یه بار فرودگاه تهران منتظر بودیم، تأخیر خورده بود بریم یکی از شهرستان ها سخنرانی، خیلی شلوغ بود. خیلی. من همیشه یک کتاب دنبالم هست، این سفره که میرم کتاب دستم بود داشتم میخوندم، احساس کردم همه دارن پشت سر منو نگاه میکنن، همه میگن ای 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 ای. گفتیم چی اومده؟ یکی از مثلا رجال سیاسی اومده، یکی از فوتبالیستا اومده، هنرپیشه است، که مردم ای داره اینجوری نگاه میکنن. برگشتم دیدم که یا ابوالفضل یه خانمیه که تو آرایش در حد خودکشی رفته بود جلو و در حد بیهجابی نمونه بود، که حتی زنای بدهجاب به اون تعجب نگاه میگه. ای نه زنای چادوری، زنای کوکولی فوکولی هم میگودن. ای ببینید در چه حدی ایشون شلوغم بود. مگه نگاه کرد اوه یا الفاظ. شروع کردیم به ادامه مطالعه. آقا این بی انصاف اومد یه راست نشست بغل ما دیگه، چه کنیم؟ حالا شما میگید شانس همه، اما به قرآنی تا شانس نی، بدبختیه. همه هم خندشون گرفت که ای عمدن رفته بغل آخون نشسته با این قیافه شیش و هشتش. ما یه نگاه کردیم، اینم یه نگاه به ما کرد، آماده بود که من مثلا نهی از منکر بکنم دیگه، نمیدونم چه کنه. پیدا بود اومده بود دعوا، ببین اومده بود دعوا، بسیار عصبی پیدا بود، با لجبازی اینجوری کرده. ما یه استخاره کردیم که آخه همم هم توقع داشتم من یه چیز بگم. استخاره کردیم با این حرف بزنیم خوب بیاد، حرف بزنیم بد بیاد، حرف نزنیم. متاسفانه خوب اومد. خدایا چه غلطی کردیم. من یه جورایی میخواستم از زیر بار مسئولیت با استخاره در برم، ای خدا خدا میکردم بد بیاد، بگم خدایا قرآنت دیگه گفته بده، منم نمیگم، چون میدونستم حرف بزنم کتک رو خوردم. حالا چه جوری شروع کنیم؟ گفتم که خانم. گفت بله بله. گفتم که سلام علیکم. گفت بعدش. منم که میدونید آدم شوخیم، گفتم ببخشید سلام جوابش بعدش نی، جواب سلام واجبه. گفت خب حالا سلام بفرمایید. گفتم که من یه چند دقیقه میخواستم مزاحم بشم. فاسه چی؟ برای چه موضوعی؟ گفتم راستیاتش من یه تحقیقی دارم میکنم، که واقعا هم هنوزم دارم این تحقیق رو انجام میدم، که شخصیت زن در ادیان، همین که توضیح دادم، فقط میخوام از چند تا خانما با مدل‌های متفاوت فکری سوال کنم که شما نظرتون در مورد نظر اسلام در مورد زنا چیه؟ اگه میدونید. گفت بگم. گفتم بگو. گفت من فوق لیسانس نمیدونم چی چی دارم. گفتم ای شما تحصیل کرده دانشگاه هستید، چقدر خوب، من افتخارم اینه که با یه تحصیل کرده، خب زنم که میبینید خیلی دوست دارن تعریفشون رو بکنیم، بله خدا رو شکر من با یه تحصیل کرده صحبت میکنم، افتخار بنده است. گفت خواهش میکنم من نوکر شما هستم. کوتا اومد. بله من. گفت بگم. گفتم بفرمایید. گفت ناراحت نمیشی؟ گفتم نه من خودم سوال دارم میکنم. گفت من از آخون متنفرم ها، اما نمیم چرا شما رو دیدم خوشم آمد. گفتم شما لطف دارید بزرگواری، من قابل نیست. گفت تو رو خدا ناراحت نشید. گفتم نه بفرمایید، من میخوام که اگه اجازه بدید حتی با اسم و فامیلتون توی تحقیق من میگم خانم کارشناس ارشد نام فلان نظرش در مورد اسلام در مورد زنا اینه، اگه صلاح بدون. گفت نه 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 ایجام نظرم.
گفتم بفرمایید. گفت هیچ دینی مثل دین اسلام اینقدر توهین به زن نکرد، هیچ دینی اینقدر ظلم به زن نکرد. گفتم ببخشید وقت سندش هم دارید مثلا آیه قرآن؟ گفت من از عربا متنفرم، عربی یا اینا رو ولش کن. گفت فارسی بفرمایید، من خودم آیهشو پیدا میکنم. گفت من آیه مایه سرم نمیشه. گفتم آخه شما دارید میگید اسلام، اسلام یا قال الله تبارک و تعالی است یا قال رسول الله، قال امیر المؤمنین، قال الحسین، قالت فاطمه، آخه ایناست اسلام، ایناست اسلام که ما آخونده نیستیم که، اسلام سقله اینه. یا حدیث بفرمایید من با سند یا آیه. گفت اصلا دلش کن، من خودم یه سوال از شما دارم. گفتم بفرمایید. گفت شما که آخونده دینی هستید، شما بگو اسلام درباره زن چه نگاهی داره؟ گفتم وقت اگه گفتم مستند گفتم، وقت شما تغییر نگاه و تغییر رویه میدید؟ گفت بله، من تحصیل کردم، عرض کردم فوق لیسانس دارم، من زن معمولی نیستم. گفتم که بسم الله الرحمن الرحیم، اسلام میگه مردا پسرا از 15 سالگی به تکلیف میرسن، دخترا و خانوما از 9 سالگی. حالا چه عادت ماهانه ببینن چه نبینن، 9 سالگیشون شد خدا میگه من اینه دیگه دختر بچه نمیبینم، خانم میبینم، نمازشو بخونه، حجابش هم رعایت کنه. اگه میتونه از نظر جسمی روزه بگیره، نمیتونه از نظر جسمی مشکل داره نگیره، اما نماز و حجاب واجب. چرا؟ چون دیگه دختر بچه نیست، خانمه، بلا 9 سالشه. شنیدید؟ گفت بله. گفتم ببخشید میشه من یه خواهش کنم؟ از 9 سال تا 15 سال چند ساله؟ گفت 6 سال. گفتم آیا معنای این حکم اسلامی این نیست که خدا میگه من دوست دارم 6 سال زودتر از آقایون خانم ها با من خدا ارتباط برقرار کنن؟ آیا این تعریف زنی؟ شأن زنی که 6 سال زودتر از ما مردا لیاقت پیدا میکنه با خالق یکتا حرف بزنه؟ گفت چه جالب، خیلی قشنگ بود، خیلی قشنگ. حالا کسی آج آقا این حرف رو نزده بود؟ ببخشید میشه بازم بگین؟ گفتم من حرف خیلی دارم، من نمیدونم چه. گفت نه ما هم تأخیر داره، اون موقع بود که خیلی تأخیر داشت، این تأخیرات الحمدلله به یه دردی خورد. حالا من دنبال اینم که چرا اینقدر عصبانیه، چرا اینقدر از آخوند بدش میاد، چرا اینقدر از حجاب متنفره، چرا اینقدر نسبت به اسلام بدبینه، چرا نسبت به قرآن اینقدر بدبینه؟ دنبال اون میگشتم. آخه این چی عادی نبود. که من فقط یه سوال دارم، این قرآن شما، این دین شما چرا اجازه داده یک مرد در آن واحد 4 تا زن بگیره؟ زن دائم، موقت و صیغه‌ای که ماشاءالله لا حول ولا قوه الا بالله، اما دائم در حال، یعنی در آن واحد 4 تا زن بگه، اما ما زنا نمیتونیم در آن واحد 2 تا شوهر کنیم. گفتم ببخشید من قبل از اینکه پاسخ بدم میشه یه سوال کنم؟ گفتم کی این حرفا به شما زده؟ گفت شوهر ذلیل مردم، شوهر نامردم، شوهر بیدینم، زندگی آزاد زیر گریه. گفت رفت یه زن دیگه گرفت، یه زن دیگه گرفت. من حاج آقا نماز میخوندم، من حجاب داشتم، این شوهر من دین من از من گرفت، زندگی من قرآن شما به هم ریخ. گفتم شما از شوهرت نپرسیدی این آیه قرآن کجاست که مرد میتونه در آن واحد 4 تا زن بگیره؟ گفت تو سوره نساء. گفتم من الان آیه شو نشونت میدم، قرآن داشتم پیشم. گفتم شما نرفتی قرآن رو ببینی؟ گفت من اینقدر عصبانی از قرآن بودم و هستم، اینقدر عصبانی از شوهرم بودم، زندگی من ریخ به هم به خاطر یه قرآن. آخه چرا این قرآن ظلم میکنه به ما زنا؟ گفتم به خدا قرآن ظلم نکرده، شوهر نامرد تو سوء استفاده کرده از آیات قرآن، شوهر نامرد تو اومده قرآن رو افتاد جلو سیبل کرده که به شهوتش برسه.
قرآن اینو نگفته. اینم آیش. برو آیه 3 سوره مبارکه نساء رو نگاه کن، آوردم براش. قرآن میگه مرد میتواند 1 2 3 4، ولی به شرطی که عدالت را برقرار کند. و شما نمیتوانید عدالت را برقرار کنید، پس به همون زن اولتون اکتفا کنید. گفت این نامرد اولش خونده آخرش را نخونده. گفتم این مال شوهرت که اینجا قرآن رو بدبین کرد، خدا ذلیلش کنه که قرآن رو ذلیل کرد مقابل چشمان تو. نه اینکه تو خوشت بیاد، من رو بانگ بلند میگم خدا ذلیل کند اون کسی رو که قرآن رو ذلیل میکنه، اسلام رو در چشم مردم ذلیل میکنه، ذلیلش کنه، خدا رسواش کنه. هر کی با اسلام و آبروی اسلام بازی میکنه، هر کی میخواد باشه، آخون باشه، مداح باشه، هیئتی باشه، رئیس باشه، هر کی میخواد باشه، خدا ذلیل کنه اون کسی رو که با آبروی اسلام بازی میکنه. اما خانم، اتفاقا همین حکمم تعریف خانم هاست. گفت چه تعریفی؟ گفتم صبر کن، اسلام میخواهد با بیان این حکم شخصیت زن، وقار زن، شأن زن، وفای زن، بزرگی زن را برسونه. گفت توضیح بده. خیلی عصبانی بود، فقط داشت گریه میکرد. فقط گفتم اسلام میخواد بگه یک زن نمیتواند قلبش را دو نیم کند و به دو مرد بده. زن میگه خدا یکی، شوهرم یکی، این قلب شیشگانگش مال یک نفره ولا غیر. غیرتی که زن در عشق دارد دارد، پابندی که زن برای زندگی دارد. اما مرد میتواند قلبش رو 4 تیکه که چه عرض کنم، 40 تیکه، 400 تیکه، 4000 تیکه کند. اصلا ریز ریز کند، ریش ریش کند. گفت چه دینی ما داریم و من باش مبارزه میگردم. کجا بودی حاج آقا؟ گفتم من اینجا خدمت شما. شما کجا بودی؟ بیای از اسلام بشنوی. شما مردم کجایید؟ شما که هر وقت وقت کنید که ترانه گوش میکنید گلپری جون، فقط دنبال ترانه و موسیقین، شما کجایید؟ 4 تا کلمه از دین بشنوی. شما کجایی؟ گفتم من کجا؟ من که هستم، من الان دارم برای تبلیغ میرم. شما بگو چند تا سخنرانی گوش کردی تو عمرت، خانم کارشناس ارشد. شما بگو چند تا کتاب برای دین خوندی که یه غلطی که شوهرت کرده است اومدی فاش رو دادی به کائنات از قرآن و دین گرفته و میگی من 2 سال دین ندارم. چرا دین نداری؟ از اولم نداشتی، از اولم دین نداشتی. چرا مثل گوشت قربونی با قرآن بازی میکنید؟ شوهر چش چرونه و دنبال هوسرانیه و تنوع طلبیه، چیکار به قرآن داره و دین؟ که 2 سال من دین رو گذاشتم کنار. خب تو این 2 سال بخواستی بری بیشی یه روحانی، بیشی یه عالم، که این شوهر من زندگی منو با قرآن ریخته به هم. شما بیا قرآن دفاع کن، زندگی من که تموم شد، من دیگه کنار این مرد زندگی نمی کنم. گفتم طلاقت که گرفتی گواره. گفتم خب قرآن دفاع میکردی زندگیت که رفت، چرا با قرآن لج میکنی؟ چرا با قرآن مبارزه میکنی؟ حالا اگر من امروزم نبودم، امروزم ما کنار هم ننشسته بودیم، امروزم با هم صحبت نمی کردیم، تو میخواستی این بیدینی رو تا کی طول بدی؟